آریانا انقلاب در عرصه تدریس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درسای الجبر. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و درس‌ها را به شوق و ذوق ببینین. کوشش کنین دوستان عزیز درسای را کتان میبینین، در کتابچه کتان نوٹ کنین و مسائلی که در کتاب مختلف کتان است کار کنین. بهترین مواد به خاطر می ویدیوهای ما خود مواد مرکز آموزشی ریاضیات علوم ساینسی آریانا است، به خاطر از اینکه مطابق بزو پیش میریم. اگر به دسترس به ای دارین این کتاب ها را کتان بگیرین، و اگر به ای دسترس ندار کدام کتاب هایی کت شما باشه بهترین کتاب هاست، کل شاید دانه دانه کتان کار کنه. کتاب مکتب است، این کتاب سوال خودتان است، کدام کورس دیگه باشه مشکل نیست دوستان عزیز. و همچنان دوستان عزیز سوالی که برتان میرسه یا ویدیوهایی که برتان میرسه کوشش کنین صدقه جاریه گفته با تمام دوستایتون شریک نمایین تا کلشون از درس ها خبر شون، درس ها رو مسلسل از میال تکرار کنن تا که بخیر ما شما الجبر خلاص میکنیم و همه میتونن کت مال الجبر خلاص کنن و یک ثوابش به شما هم برسه. همه چیزا میتونین شیر کنین، مثلا پست کنین، میتونین یک شیر یک چیزا رو میتونین این ویدیوها رو هم کتون شیر کنین. شما توان نمیکنین حتما به خاطرش میرسه، به خاطر اینکه یک برادر مسلمانتون اون ویدیوها رو میبینه و سرش کلیک میکنه و میره درس ها رو میبینه، درس ها خبر میشه، از برکت تو میره حساب یاد میگیره، الجبر یاد میگیره، فیزیک یاد میگیره، کیمیا یاد میگیره. دیگه کوشش کنین دوستان عزیز نظرات نیکتون که درباره این ویدیوها باشه کوشش کنین در شماره واتساپ هم یا فرد مثال به شکل مسنجر به هر طریقی که میتونین با هم شریک کنین. ان شاءالله کوشش میکنیم که برنامه را دیگه خوب کنه بتونیم. دوستان عزیز ما شما فصل اول الجبر خلاص کردیم، درباره اعداد عقیب بود، کل گپاش ده 8 درس خلاص کردیم، مسئله میشه کل گپاش خلاص کردیم. شما کوشش کنین که مکمل دو کار کنین، زحمت بکشین تا که شما خودتون در ریاضی کار نکنین چیز یاد نمیگیرین. او ویدو ها را کتان کار کنین، جای کدام سوال کدام گپی بود سوال ها را با ما روان کنین، انشالله در سری وقت برتان جواب میدم. دوستای عزیز فصل دوم الجبر، عنوان دوم الجبر که ما شما امروز بخیر شروع میکنیم او عبارت از طاقت است. دوستای عزیز ما شما درس ما امروز بخیر طاقت یا پاور است. پاور فصل دوم الجبر دوستای عزیز چی است؟ طاقت است. ما شما من به خیری فصل خلاص میکنیم و زیاد چیزا ان شاء الله ازش یاد میگیریم. دوستای عزیز طاقت چی را میگه؟ ما شما چی میگیم؟ بیچاره آسان تعریفش میکنیم. میگه هرگاه یک عدد چندین مرتبه در خودش ضرب شوه. هرگاه یک عدد چندین مرتبه در خودش ضرب شوه. ما میتونیم این عدد را به شکل ساده نوشته کنیم. امی شکل ساده نوشته کردنش به نام چی یاد میکنه؟ به نام طاقت یاد میکنه. مثلا چی رقم دوستای عزیز؟ مثلا به ما شما گفته میشه مثلا عدد ایس، مثلا عدد ای را یک بار مثلا ای را ضرب ای میکنیم، ضرب ای میکنیم، نقطه 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 ضرب ای میکنیم. مثلا ما شما اینجا ای را گرفتیم این مرتبه در خود چی کردیمش؟ ضربش کردیم، این دفعه ضربش کردیم، صحیح سی؟ ای ضرب ای ضرب ای ضرب ای این دفعه ایره ضرب کردیم. پس اینجا عدد ای در خود ضرب شده چند دفعه؟ این دفعه. ما شما میتونیم میره به شکل ساده نشته کنیم، مثلا نشته کنیم که ای عدد این قاعده را به شکل قاعده بگیریم و توانش را نشته کنیم چی؟ این، یعنی ای به توان چند؟ ای به توان این، یعنی ای در خودش چند دفعه ضرب شده؟ در خودش این دفعه ضرب شده. امی شکل ساده نشته کردن یک عدد که چندین مرتبه در خودش ضرب میشه امیره به نام چیاد میکنه دوستای عزیز؟ طاقت برش میگه. یعنی در اینجا وقتی که ما یک عدد به شکل ضرب شد و به شکل نشتیش کنیم امی شکل چی میگه؟ طاقت. که در اینجا پایین این ای را به نام قاعده یا بیس میگه و این به معنی چی؟ به نام چیاد میکنه؟ نما یا توان برش میگه. نما یا هم برش چی میگه؟ توان عدد. به این شکل وقتی که یک عدد به این شکل نوشته میشه می از دوستای زیبارت چی است؟ طاقت است. مثلا چی رقم دوستای سوال مثال کار میکنیم؟ مثلا میگم 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 به این شکل میبینیم در اینجا دوستای زی که عدد 5 این عدد 5 در خودش چند دفعه ضرب شده؟ 1 2 3 4 5 6 6 مرتبه ضرب شده. خیلی 5 به نمای چند است؟ 5 به نمای 6 است. یا فرد مثال به ما عدد دیگه داده میشه مثلا 2 میگه 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 به شکل نه. اینجا میبینیم که عدد 2 چندین مرتبه در خودش ضرب شده. میگیم 2 به نمای چند مرتبه ضرب شده؟ 1 2 3 4 5 6 7. 2 به نمای چند است؟ 2 به نمای 7. پس وقتی که یک عدد چندین مرتبه در خودش ضرب شوه ما میتونیم اون ساده نشته کنیم. من ساده نشته کردنش به نام چیاد میکنم؟ به نام طاقت یاد میکنم. مثلا دیگه شم میگیم منفی 3 ضرب منفی 3 ضرب منفی 3 ضرب منفی 3. اینجا منفی 3 را میبینی که دو سایز ما 4 دفعه ضرب کردیم. اینو ساده نشته میکنیم که منفی 3 به توان چند است؟ به توان 4. پس وقتی که
یک عدد چندین مرتبه در خودش ضرب شوه، ما میتونیم که عدد به شکل ساده نوشته کنیم. امی شکل ساده نوشته کردن به نام چی میکنه؟ به نام طاقت یاد میکنه. یک بیاد ما باشه دوستای عزیز که طاقت با ضرب فرق میکنه. یعنی هدف چی است؟ هدف است اگر ما شما گفته میشه دو بنمای سی. دو بنمای سی مانایش چی است؟ مانایش این است دوستای عزیز که دو در خودش سه دفعه ضرب شده. این معنا را نمیتونه دوستای عزیز که شما دو ضرب چند بگوین؟ دو ضرب سه بگوین. یعنی وقتی که دو ضرب سه میگین دوستای عزیز غلط است. یعنی دو ضرب سه شش گپ چی است؟ غلط است. اینجا این کار را نمیکنین. این هدفش چی است که دو ضرب دو ضرب دو. سیس؟ یا اگر میگه سه مربع، باز ما سوال میشه میگه دو بنمای سه و سه مربع با هم چی فرق داره؟ شما ایتا نمیگین که چی فرق نداره این دو سی شش سی دو شش. نه، در اینجا مانا هدفش ایست که دو در خودش سه دفعه ضرب شده، در اینجا هدفش ایست که سه در خودش دو دفعه ضرب شده. یعنی نشته میکنی سه ضرب چند است؟ سه ضرب سه. حال اینجا نشته میکنیم دو دو چار، چار دو هشت. اینجا نشته میکنیم سه سه نو دی بشکل. میبینی که 8 و 9 با هم فرق میکنن. یعنی وقتی که دیگه به ما نشته میشه مثلا 2 بنمای 5 یا 5 بنمای 2، آیا با هم فرق داره؟ بله، برش میگه زمین و آسمان با هم فرق دارن. 2 بنمای 5 به معنای عزیز، دوست عزیز، که 2 در خودش چند دفعه ضرب شده؟ 5 دفعه. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، یعنی 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 ضرب 2 32. جوابشان میبره 32 میبره. و اینجا که 5 مربع است، یعنی 5 ضرب چند است؟ 5 ضرب 5. 5 5 چند میشه دوست عزیز؟ 25. یعنی به این شکل باید ما شما مانای ازیرا بفهمیم. هم مانایش باید بفهمیم دوستای عزیز، هم خواندنش باید بفهمیم. مثلا دوستای عزیز، اینجا وقتی گفته میشه ایر خواندن چی رقم است؟ ای بنمای ان، 5 بنمای 6، 2 بنمای 7، منفی 3 بنمای 4، مثلا 2 بنمای 3، 3 بنمای 2، 2 بنمای 5، 5 بنمای چند است؟ 2. سی سی دینجا. مثلا دیگه عدد مثلا گفته شده که 1 بر 3 به توان چند است؟ 1 بر 3 به توان 4. این مانش چیه دوستای عزیز؟ یه مانه از یه است که یک بر سه، عدد یک بر سه در خودش چهار دفعه ضرب شده. یعنی هم مانش هم میفهم خونده میتونیمش. یا وقتی که با ما میگه دو بنمای صد، دو بنمای صد چی مانه دوستای عزیز؟ اینجا میبینیم که دو در خودش چند دفعه ضرب شده؟ صد دفعه ضرب شده. یعنی هدفش ایست که دو ضرب دو ضرب دو ضرب دو تا صد ضربش کو. یه تو نکنی که دو ضرب صد بگوی. یا بخور رسیدین نه. یعنی طاقت با ما چی میکنه؟ طاقت وقتی که عادات چندین دفعه در خودش ضرب میشه، ما نمیتونیم او را ضرب کنیم، اما ساده نشتهش میکنیم. وقتی که را ساده نشته کنیم، باز در چند جای دیگه استفادهش کرده میتونیم. مثلا اگر با ما بگه سیر 100 دفعه ضرب کن، سیر که 100 دفعه ضرب میکنه اول ضربش کرده نمیتونی، باز اگر ضربش کنی بسیار جای کلان میگیره. مثلا عدد اگر مثلا نشته کنی کلش 100 دانه سی تو نشته کو، اول کوره نشته میکنی معلوم نیست که 100 دانه است، 99 دانه است، 102 دانه است، 105 دانه است، نشته نمیشه نه. از اون که ساده نشته میکنی، مثلا سی بنمای چند میگی؟ مثلا 1000 باشه. سی بنمای چند؟ سی بنمای 1000. یعنی بسیار خرطرک نشته شد سی بنمای 1000. از حل کردنش خب یاد شما عاجز هستیم نه. سی 1000 دفعه ضرب کردن نمیتونیم، جمع کردنش نمیتونیم، ضربش خب یخی بار نه. یعنی دانه دانه میتونیم ضربش کنیم، نمیتونیم. بس هر کسی بگه از 1 تا 100 جمع کن، بسیار سخت است از 1 تا 100 مهم مسلسل جمع کنیم، ضربش خب یخی بار. حالا اینجا سی به توان چند است؟ 1000 است. سی به توان 1000 ما میگیم سی در خودش چند دفعه ضرب شده؟ سی در خودش 1000 دفعه ضرب شده. یا بخوای شما رسیدین. یعنی ما شما در اینجا هم در طاقت تعریفش یاد گرفتیم و هم خواندنش یاد گرفتیم، هم مفهومش یاد گرفتیم. دوستان عزیز، حالا ما شما تعریف طاقت، معنای طاقت کل گپایش فهمیدیم. حالا بعضی اعداد نشته میکنیم به شکل طاقت تبدیل میکنیم. مثلا چی رقم دوستان عزیز؟ با ما اعداد داده میشه، مثلا گفته میشه که 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، با ما گفته میشه به شکل طاقت نشته کنیم. میگیم که 2 در خودش چند دفعه ضرب شده؟ 5 دفعه ضرب شده. خیلی نشته میگه 2 بنمای چند است؟ 2 بنمای 5. یا نشته میشه 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، به شکل طاقت نشته کنین. 3 رو میبینین که چند بار ضرب شده در خودش؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 دفعه ضرب شده. 2 بار 3 بنمای چند است؟ 3 بنمای. یعنی به این شکل به طاقت تبدیلش میکنیم. یا فرد مثال میگه که x ضرب x ضرب x ضرب x ضرب x به شکل طاقت باشه. x رو میبینیم در خودش 5 دفعه ضرب شده، نشته میکنیم x بنمای چند است؟ x بنمای 5. یا اینجا فرد مثال سوال است منفی 5 ضرب منفی 5 ضرب منفی 5 ضرب منفی 5 ضرب منفی 5 به این شکل نه. با ما میگه به شکل طاقت نشته کنیم. میبینیم که عدد چند دفعه عدد کی است؟
منفی 5 است. چند بار تکرار آمده؟ 5 بار تکرار آمده. پس منفی 5 بنمای چند است؟ منفی 5 بنمای 5 است. صحیح است؟ یا فرد مثال با ما گفته میشه که بر 3 ضرب 1 بر 3 ضرب 1 بر 3 ضرب 1 بر 3 ضرب 1 بر 3 به شکل میگه و شکل طاقت نشته کنیم. ما برش میگیم که عدد 1 بر 3 کل بنمای چند بار آمده؟ 1 بر 3 5 بار آمده. پس 1 بر 3 کل بنمای چند است دوستان؟ 5 است. یا به این شکل میگه 0.7 ضرب 0.7 ضرب 0.7 ضرب 0.7 ضرب 0.7 به شکل نه میگه به شکل طاقت داشتیش کنیم. ما بازم برش میگیم 0.7 5 بار آمده 0.7 به توان چند است؟ به توان 5 میباشه. گه بخوره سیدن نه. یا فرد مثال دیگه میگه مثلا x منفی y ضرب x منفی y ضرب x منفی y به شکل به شکل طاقت بگوید میبینید که x منفی y در خودش چند بار ضرب شده دوست عزیز؟ 3 بار. بس x منفی y کل به توان چند است؟ کل به توان 3. این تکنیک دهی تو سوالات نکنی که با جمع و تفریق است کلش یک حد حساب میشه. تو نمیکنی x مکعب منفی y مکعب بگوید، نه میگین x منفی y x منفی y x منفی y 3 دانه هستن. توانش چند میگیرین؟ توانش 3 میگیرین. عددم نشته میکنه که بخوره سید انشالله. دیگه به می شکل دوستایی مثلا اگه با ما شما بگوید که مثلا 1/2 ضربه 2/4 ضربه 3/6 ضربه 0.5 ضربه سیسیم 10/20 اینه به شکل یاده ده به شکل طاقت نشته کن. اول ساده کنیم میبینی که فرق می کنه. اما اول ساده کنیم میبینی 1/2 1/2 2/4 1/2 شد 1/3 2/6 0.5 دوستای زی اگه با کسر هم تبدیل کنیم 5 بر چند میشه؟ 5 بر 10. اختصار 1/2 2/5 1/5 2/5 1/10 2/10 میبینی کلشان چند است؟ 1/2. یعنی اگه سادهش کنیم جوابش 1/2 میبره. راستان جوابش نشته میکنیم 1/2 به توان چند است؟ به توان 5. یعنی 5 دفعه آمده 1/2 به توان 5 میشه. صحیح؟ یا به این شکل دوستای سوال دیگه باشه با ما شما بگویم که 3/4 ضرب شامرای عدد دیگه است 2/6 ضرب شامرای عدد 12 ضرب شامرای مثلا چند دوز یک ضرب یا 4 ضرب 3 همین تو ضرب شوه 6 ضرب چند است 6 ضرب 2 به این شکل سوال به ما شما داده شوه میگه به شکل طاقت بگوین. ما شما میتونید دانه دانه قوس ساده کنیم مثلا 3/4 12 نشته کنیم ضرب 2/6 12 نشته کنیم ضرب 12 خودش ضرب 4/3 12 نشته کنیم ضرب 6/2 12 نشته کنیم سیس میبینید که 12 5 دفعه آمده خیلی 12 به توان چند است 12 به توان 5 به شکل طاقت چی میشه دوستای نشته میشه سیس به می شکل دوستای سوال میگه 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 به شکل میگه با شکل طاقت بگوین. حالا ما شما پیش میریم نشته میکنیم عدد 2 میبینی که 3 دفعه ضرب شده راست نشته میکنیم 2 به توان چند 3 در اینجا میبینی که عدد 3 که از ده خود 4 دفعه ضرب شده 3 بنمای چند است 3 بنمای 4 یعنی با شکل 2 بنمای 3 و با شکل 3 بنمای چند است 3 بنمای 4 یا فرد مثال میگیم 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 5 با شکل طاقت بگوین. ما شما میگیم 2 اول مینوشته میکنیم 2 چند بار آمده؟ 1 بار 2 بار این 3 بار 2 بنمای 3 3 چند بار آمده؟ 1 بار 2 بار 3 بار 3 بنمای 3 اینجا 5 چند بار آمده؟ 1 2 3 3 بار 5 بنمای 3 به شکل طاقت عدد چی کردیم دوستای عزیز؟ نشته کردیم. یا فرد مثال عدد مثلا اگه حروفی باشه نشته کنه که x ضرب y ضرب x ضرب y ضرب z ضرب x y و اینجا هم z سیز و شکل طاقت نشته کنیم. ما شما میگیم x است در اینجا x شو میگیریم 1 x 1 2 3 دانه است x بنمای 3 y است y نشته میکنیم 1 2 3 y بنمای 3 و اینجا z است z نشته میکنیم z بنمای 2 دانه است z بنمای چند است 2 عدد به شکل طاقت چی شد؟ نشته شد. یعنی بسیار ساده ما میتونیم که عدد به شکل طاقت دو سیزیز در اینجا نشته کنیم. که بخوره سیه نگه عرفی باشه کسری باشه هر چیزی که باشه مقصد سادیش میکنین میگوین مثلا میگیم که 1 - x + 1 / a سیسته ضرب 1 - x + 1 / a و به میشکل 1 - x + 1 چند است 1 / a سیس در اینجا میبینی که 3 بار با هم ضرب شده یک کسر است یک کسر کسر است سادیش میکنی حل میکنی دارد دیگه اگه اوتا نل نمیکنی یک دانی نشتیش کن راست نشتیش کن که 1 - x + 1 / a کل بنمای چند است؟ کل بنمای 3 به خاطر از اینکه 3 بار در خودش چی شده؟ ضرب شده دوستای عزیز. سیس در این شکل دوستای سوالی که میگه برتون داده میشه به شکل ضرب باشه با شما قدر باشین که به شکل چی نشته کنین بهش به طاقت. به شکل طاقت نشته کردن خو یاد گرفتین. حالا اگه یک طاقت داده شو مفهومش خو میفهمین. مثلا
اگر به ما شما گفته شود که 2 به نمای 4 چی مانا؟ ما هدف ما میگیم 2 به نمای 4 مانش یه است که 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، یعنی 2 در خودش 4 بار ضرب شده، این مفهومش است. ضربش هم میکنی مشکل نداره. مثلا میگه 5 به نمای 7 چی مانا؟ ما میگیم 5 به نمای 7 به این مانا که 5 در خودش 7 بار ضرب شده، یعنی 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب چند است؟ 5، 7 بار ضربش کردیم. یا میگه x به نمای 3 است، جوابش x ضرب x ضرب x. یا منفی 5 به نمای چند است؟ 2 است، جوابش ایست که منفی 5 ضرب منفی 5، یعنی دو بار در خودش ضرب شده. اینجا منفی 5 کل به نمای 2 است، یعنی این دو که است هم از منفی است هم از 5 است. اما اگه تو بگی که منفی 6 به نمای 3، باز دیگه اینجا توان 3 که است فقط مربوطی که میشه؟ مربوط 6 میشه، قوس نداره، مربوط منفی نمیشه. خیلی منفی را خودش یک بار نشته میکنیم، 6 3 بار، 6 ضرب 6 ضرب چند است؟ ضرب 6. اونجا قوس داشت به مخاطر منفی را در هر جای تکرار نشته میکنیم. یا بخور رسیدین نه، به می شکل اگه بگید 2 به نمای 4 ضرب 3 به نمای 3، ما شما برش نشته میکنیم 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 سیس، و 3 را نشته میکنیم 3 ضرب 3 ضرب 3، یعنی 3 بار عدد چی میکنیم؟ تکرار میکنیم. 3 بار تو چی میکنیم؟ نشتهش میکنیم. که بخور رسیدین نه، به این شکل چی میکنیم؟ ساده میکنیم، یعنی مفهومش هم میفهمیم که اگه عدد مثلا به طاقت داده شد چی مانا میتن، و اگه عددی که به شکل ضرب باشه چی رقم به طاقت ببریمش. سی شد دوستان عزیز، این گپارم باید یاد داشته باشین. این اعداد هم ساده کنیم میخونیم میکنیم. مثلا دوستان عزیز، اول یاد بگیرین که صفر مربع، صفر مربع مانش چیه؟ صفر مربع اعدادی که برتون اینجا نشته میکنیم که در کتابچه که تا نوت میگیرینش و کلش میخونیم میکنه. اگه میخواید طاقت یاد بگیرین، سوالای طاقت حل کرده بتونین، پس تو تیر نمیکنین، مثلا این درس خلاص کردین راست از این درس به درس دومش میرین، به درس سومش یک تکرار فقط میگه، آخریش هم یاد نمیگیرین. هر درس با حافظه میندازین، خوب حفظش میکنین، بعد از اون میرین به ویدیوی دوم، با از ویدیوی سوم، ویدیوی چهارم هم پیش میرین، با طاقت بسیار خوب یاد میگیرین. حالا اینجا هم دوستای زین اعدادی که برتون نشته میکنین در کتابچه نشته میکنین، حفظ میکنینش. صفر مربع دوستان عزیز مانایش است که صفر ضرب صفر، یعنی صفر ضرب صفر، صفر ضرب صفر شود صفر، پس صفر مربع جوابش صفر، میخونیک شود صفر مربع جوابش صفر. یک مربع یعنی یک ضرب چند است؟ یک ضرب یک است، یک ضرب یک دوستان عزیز یک، جوابش هم برامد یک. به این شکل اگه بگوید دو مربع، دو مربع چی مانا؟ دو ضرب دو، دو دو چهار، صحیح شد، جوابش هم است چهار. اینم وقتی گفتم دو مربع چند میشه میگین چهار، وقتی گفتم چهار چیز بگو دو مربع، یعنی میتونی به جای چهار دو مربع را نشته کنی و میتونی به جای دو مربع چهار نشته کنی، که پسانی گپا زیاد به درد ما میخوره تا قد. اگه میخوان الجبر یاد بگیرین چیزا رو میخوانی کنین، چیزای بسیار مهمش است، خرد خرد چیز است. اینه درس مثل یک تسبیح فکر کنین، تسبیح هر بندش متوجه باش، هر بندش، هر دانش باید متوجه باشین. وقتی هر دانش متوجه باش شما میتونید تا آخر خدا برسانید. کل تصویر رو ببینید بازی بسیار براتون سخت میشه. صحیح؟ به اینجا میتونید متوجه باشه. مثلا 3 به نمای چند است؟ 3 به نمای 2. 3 به نمای 2 مانش چند است؟ که 3 در خودش دو دفعه ضرب شده. 3 ضرب چند؟ 3. 3 3 چند میشه؟ 9. یعنی 9 جوابش 3 مربع است. دیگه 4 مربع چیست؟ 4 ضرب 4. 4 4 16، پس 4 مربع کسی گفت 16 میگین، 16 گفت 4 مربع میگین. 5 مربع چی مانا؟ 5 ضرب 5، 5 5 25. دیگه 6 مربع میگی 6 ضرب 6، 6 6 36، سه سه. دیگه 7 مربع مسیح میشه 7 ضرب 7، 7 7 49، سه سه. دیگه میگم 8 مربع مسیح به 8 ضرب 8، 8 8 64، میخوانیک میشه 64، 8 مربع است، 8 مربع است و 8 مربع 64 است. دیگه وقتی بگوی 9 مربع میگیم 9 ضرب 9، 9 9 چی میگیم؟ یس 9 9 چند؟ 81. 10 مربع یعنی 10 ضرب 10، 10 10 100، جواب چند میبرای؟ 100. دیگه مثلا 11 مربع را میخونیک میکنین، 11 ضرب 11، 11 ضرب 11 121. من خو میخونیک دارم راستن ضربش میکنم، شما باز میتونید ضرب حساب ببینین او را ضرب کنین، میتونه که حساب نادیده بین الجبر بخونین، سخت میشه برتون. نه درس های حسابم کتون شروع کنید، امروز یک سر ببینید درس هاشم، این حساب نخونده باشی خوش حساب برات سخت میشه، باز میگم کلجا بود چقدر سخت است. بیا دیگه که از پتی اول راست بعد درس یاد نمیگیری. باز 12 مربع را بگیرین چند؟ 12 ضرب 12، 12 ضرب 12 چند میشه؟ 144، صحیح جوابشه. 13 مربع دوستان عزیز، 13 ضرب 13، 169 میشه دوستان عزیز. 14 مربع را میخونیک میکنین، 14 ضرب 14 میشه چند؟ 14 14 196. دیگه 15 مربع را یاد میگیریم، 15 ضرب 15 ضرب میکنیم، 15 ضرب 15 چند میشه؟ 225.
میخانیک شو باید. او بود ای، ای بود او. سنس میخانیک میشم. دیگه مثلا دیگه یاد میگیرین 20 مربع را یاد میگیرین. 20 ضرب 20 دوستای عزیز میشم 400. سنس میخانیک. دیگه 30 مربع را یاد میگیرین. نشته میکنین 30 ضرب 30. چند میشه 900. سنس دیگه 30 مثلا 40 مربع را یاد بگیرین. 40 مربع خو آسان برو میتونی و مهم نیست که 50 مربع را مثلا یاد بگیرین. 50 مربع 50 ضرب 50. مسی میشه 2500 این میشه. او بود تیره روشته کنیم. به این شکل اگه گفت دو بنمای سه مانایش چی هست؟ دو 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 سه دفعه بار سه بار ضرب دو دو چار چار دو اشت خیلی دو مکب اشت اشت دو مکب دیگه سه بنمای سه 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 ضرب سه 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 نو نو سه بیست هفت بیست هفت جوابش هست. دیگه چند میگیم؟ پین بنمای سه سه ایست یا پین بنمای سه پین ضرب پین ضرب پین 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 بیست و پین بیست و پین ضرب پین یک صد و بیست و پنج. دیگه چار بنمای سه چار ضرب چار ضرب چار 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 شانزده شانزده ضرب چار چند میشه دو سه شست و چار این یاد ما باشه. دیگه ده بنمای سه یاد بگیرین ده ضرب ده ضرب ده یعنی ده بنمای چند ده ضرب ده صد صد ضرب صد ده چند میشه هزار جواب چند میبره هزار میبره. سیس دیگه فرد مثال چند یاد میگیرین دو بنمای 4 دو بنمای 4 4 بار ضرب میشه دو دو 4 4 دو 8 8 دو 16 میشه دوستای عزیز. سه بنمای 4 یاد میگیرین 3 4 3 3 9 9 3 20 20 ضرب 3 81. وقتی گفتم 81 میگین سه بنمای 4 گفتم سه بنمای 4 81 میگین. سیس دیگه مثلا چند یاد میگیرین 5 بنمای 4 جواب 625 اون 4 دفعه خودتون ضربش کنین. 10 بنمای 4 یاد میگیرین دوستای عزیز 10000 میشن. ده هزار ده بنمای هر عدد که بود یک بتین و توانش کرد چقدر بود اما که صفر بتین. مثلا اینجا چهار است توانه چهار صفر دادم پنج بود پنج صفر بتین صد بود صد صفر برش بتین. دیگه مثلا یاد بگیرین دوستای عزیز پنج بنمای میبخشین دو بنمای پنج یادتان باشه دوستای عزیز 32 جوابش است پنج دفعه ضرب میشم. دو بنمای 6 64 جوابش است یعنی یک دو دیگه هم ضرب میشه. دو بنمای 7 دوستای 128 نشه آفرین صحیح است گفتی. دو بنمای 8 چند میشه 256 صحیح گفتی. دو بنمای 9 500 چند است 512 است و دو بنمای 10 1024 است یا 10 24 برش میگه صحیح است. این اعداد دوستای که در تخته برتون نوشته کردم در طاقت زیاد کمکتون میکنه یعنی یاد خود دارین میخونیک شم کنین در طاقت سوالش کامد باز بسیار زیاد ازش استفاده میکنیم. صحیح؟ در کتاب چاتون پاک میگیرینش و یک تکرار میکنین و تکرار که کردین میخانیکتان میشه در بسان باز سوالا بسیار بدرد ما میخواد. خود دوستای عزیز گپ دیگه که با شما در طاقت یاد داشته باشین اوی است که تبدیل یک عدد مرکب به شکل طاقت. چطور میتونیم دوستای عزیز که یک عدد مرکب به شکل طاقت نشته کنیم؟ از متد تجزیه استفاده میکنه. تجزیه که در حساب خوندین سه سه تجزیه که از حساب یاد گرفتین به مو طریقه میتونه عدد مرکب بگیرین تجزیه کنین و به طاقت تبدیلش کنین. مثلا چی رقم دوستای عزیز به ما گفته میشه مثلا گفته میشه که عدد 100 را به شکل طاقت نشته کو. ما میگیریم 100 را سن تجزیه میکنیم بالای دو تجزیه میکنیم چند میشه 50 باز بالای دو 25 باز بالای 5 میشه بالای 5 5 است باز بالای 5 1 میشه. صحیح متد تجزیه را از حساب یاد میگیریم. اینجا میبینید که دو در خود دو دفعه ضرب شده خیلی دو مربع نشته میکنیم ضربه پنجه میبینید دو بار ضرب شده پنج مربع نشته میکنیم. پس ما عدد صد به شکل طاقت بردیم دو مربع و پنج مربع سیست یعنی صد صد. مثلا دیگه عدد میتونم یک عدد 36 ببرین سیست از 36 نشته که 36 میگیریم تجزیه میکنیم اول بالای دو 18 باز بالای دو 9 باز بالای 3 3 باز بالای 3 1 اون دو دانه دو داره دو مربع دو دانه سه داره دو سه بنمای چند سه بنمای دو یعنی به شکل نشتهش میکنه. دیگه فرد مثال عدد چند میتا عددیم 8100 و ما شما میتا میگال کنی به شکل طاقت بگین ما میگیم 8100 نشته میکنیم به شکل تجزیهش میکنیم اول بار دو 4 2 8 یک نمیشه صفر نشته میکنیم ده شد پنج دو ده صفرش تا میکنیم باز بالای دو 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 چهار میشه سیس دو دو چهار صفر خودش دو دو چهار یک شبه بوده پنج دو ده حال دیگه بالای دو نمیشه دیگه سیس دو سیس بالای چند میشه بالای سه میشه بالای سه تقسیمش میکنیم این سه چی میگیم شش سه شش سه اجده بیست است نه بیست اجده دو شبه بوده بیست دو میشه اف سه بیست یک میشه و دی بیست یک چی میکنیم دهی 21 20 بود 22 بود 21 یک شبه اومده 5 3 15 باز بالای 3 میشه 2 3 2 3 6 دیگه 2 3 6 یک شبه اومده 5 3 15 باز بالای 3 اف 3 21 5 5 3 15 باز بالای 3 دوستای عزیز یعنی 2 3 6 یک شبه اومده 5 3 15 بالای 5 5 میشه بالای 5
یک میشه. عدد چی کردیم؟ تجزیه کردیم. پس حال نشته میکنیم 8100 بین دو دفعه آمده نشته میکنیم دو بنمای دو ضرب سه را 4 دفعه ضرب میکنیم 3 بنمای چند است؟ 3 بنمای 4 و پنجم دو بار نشته میکنیم 5 بنمای چند است؟ 5 بنمای 2. این عدد به شکل چی کردیم؟ به شکل طاقت تبدیلش کردیم. جواب رسیدن نه. به می شکل دو سایز یک عدد دیگر میگیریم، مثلا عدد 1000 یا 10000 به شکل طاقت چی رقم گفته میشه. ما میگیم عدد 10000 رو میگیریم تجزیه میکنیم. بگیرین دیگه بعدش شما خودتان هم اعداد زیاد جور کرده میتونین تجزیهش کرده بریم. سایز اینه مثلا بالای دو تجزیه میکنیم 500 میشه 5000 میشه. باز بالای دو مثلا 2 2 4 5 2 2 5000 شد. باز بالای دو 1 2 2 دیگه 2 2 4 1 شبوت 5 2 2 12 5000 شد. باز بالای دو 6 2 12 2 2 4 1 شبوت 5 2 10 دیگه بالای دو نمیشه، بالای 3 نمیشه، خیلی بالای 5 شروع کنین 1 5 5 6 1 شبوت 12 میشه 2 5 12 2 2 5 10 میشه 2 شبوت 25 5 5 25 باز بالای 5 1 2 5 10 2 شبوت 5 5 25 بالای 5 5 5 25 باز بالای 5 1. اینا میبینین که 2 4 دفعه اومده. خیلی نشته میکنیم 2 به نمای 4 و 5 هم که اومده 5 دفعه اومده 4 دفعه اومده. پس 5 به نمای چند است؟ 4. این عدد به شکل چی بردیم؟ به شکل طاقت نشتهش کردیم. یا فرض مثال با ما گفته میشه عدد 243 را به شکل طاقت نشته کن. ما میگیریم عدد 243 را تجزیه میکنیم. اول بالای 2 دو خونه میشن. میبینید عدد اولش چی است؟ طاق است، نه نمیشه. بالای 3 میشن. 2 جمع 4 6 6 و 3 9 میشه. بالای 3 چند میگیریم؟ 8. چند بگیریم؟ 8 بگیریم. 8 ضرب 3 24 1 3 3 باز بالای 3 2 3 6 7 3 21 7 3 21 باز بالای 3 9 3 20 باز بالای 3 3 3 9 باز بالای 3 1 3 3 میبینی که 5 دفعه 3 آمد. نشته میکنیم 3 به نمای چند است؟ 3 به نمای 5. یعنی به این شکل وقتی که یک عدد مرکب برتان داده میشه دوستای عزیز، باید دوره به طاقت تبدیل کرده بتونه. سیز دوستای عزیز، این بود دوستای عزیز درس امروز ما شما. و درس امروز ما شما بسیار گپای کلیدی طاقت داشت، تعریف طاقت بودش، خواندن یک عدد بود و شکل طاقت چی رقم میبری و طاقت چی مثلا چی رقم معنا میکنی، بعضی چیزا رو باید میخوانی کنی و اعداد مرکب چی رقم به طاقت تبدیل کنی رو باید یاد داشته باشین. سیز کوشش کنیم دوستای عزیز ویدیوهایی که برتان میرسه صدقه جاریه پیشم گفتم گفته ایره به کل دوستایتون برسانیم. سیز کل ویدیوها را برسانین، هر چیزی که به دسترستان میرسه بهترین توفیه تان به یک رفیقتان چی است؟ درس است که برتان برش برسانین، کتاب برش بتین توفه. یعنی ما باور کنید که در روز معلم وقتی که دوستا عزیز روز معلم تجلیل میکنه بهترین توفه به ما کسی کتاب بده ما بهترین است و خیر می شاگردا بیست بهترین بهترین کتابا را پیدا میکنن، بهترین کتابا می باشه برای میان. شما هم به دوستایتان که اگر میخواین بهترین توفه را بتین دوستای زمین در سال برش برسانین. یعنی ما میفهمم، یعنی ما اینجا کار میکنم میخوام یک تحفه براتون بسازم، یک کار براتون کنم، بهترین تحفه ما شاید به نظر من میسکی در سال براتون جور کنم. شما هم جوانای عزیز دیگه میشینین براش دانه دانه خودتون یاد میگیری، با کل رفیقایتون میرسونی، با خواهرکتون به درکتون کلتون جدا جدا بشینین، یاد یک مثلا اتاق بشینین در سال مسلسلمتون ببینین، پاک مشتیش کنین، کاتگوری مناقشه کنین در سال، حتما در خانه یاد میگیرین. سوالی هم که مشکل داشتین یا با روان کنین یا خودتون بیاد مرکز آموزش ریاضی علوم ساینسی آریانا، در اونجا براتون حلش میکنم. سیز دیگه درس امروز ما مقبس است، امیدوار که یک چیز یاد گرفته باشین. پناهتون به خدا.